سلام او درناوی تاسو د سوله پروګرام ځانګړي برخه ګوري. امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د رای ورکونې بهیر پیل شوی دی. لسل میلیون کسانو ډیرو رای کارولې. د امریکا په وخت په بیلابیلو ایالتونو کې په شپږ بجو سهار وختي د رای ورکونو لړۍ پیل شوې ده. په ورته حالت کې د 98 میلیونو نه ډیرو کسانو په امریکا کې په وار له مخې ډول هغه ډیجیټل سیستمونه چار ته د کرونا وایرس له امله ایجاد شوي دي خپل رایه کارولی دي. پروسه تر اوسه هم دوام لري. په دې هکله بحثونه دي چې آیا دا ټاکنې په بریالیتوب پای ته ورسیږي او که نه. په امریکا کې دا ټاکنې ځکه بېساري دي چې کله هم داسې نه وشوي چې د ورځې اصلي ورځې مخکې دې څوک رایه وکاروي، او دا هم هغه څه و چې د امریکا په تاریخ کې بېساري بلل کېږي. په دې هکله چې یو ځل بیا به سیستمونه حاک شي که نه شي هم جدی پوښتنې مطرح دي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې افغانستان چې له یوه تاریخي پړاوه د تیریدو په حال کې دی، بالاخره دغه ټاکنې به یې په اکله څومره بدلونونه رامنځته کړي او څه اغېز به په افغانستان ولري، ځکه افغانستان کې امریکا ډېره مستقیمه ښکېل ده. په لومړي سر کې تاسو دا رپورټ وګورئ. ټول د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پایلو ته په تمه دي. له دوو کاندیدانو جو بایډن او ډونالډ ټرمپ څخه به څوک وړوونکی وي، او د افغانستان د جګړې پای او یوې نتیجې ته د سولې خبرو رسولو لپاره به دوی کومې تګلارې پلي کړي. آقای بایدن کاملا با یک طرز دیدگاه متفاوتی از حتی 10 سال قبل هم دید از اونا نسبت به افغانستان ختم جنگ بود و سپردن افغانستان و یا هم دریافت حمایت بیشتر در حل قضیه افغانستان از پاکستان که مالداری از دید افغانها و دید دیگر کشورهای منطقه یک دید مناسب نسبت به قضیه افغانستان است. تر دوشنبه پورې د نظر پوښتنو پایلې ښیي چې جو بایډن مخکې دی، خو که هغه ولسمشر کېږي د افغانستان د جګړې او سولې په تړاو به یې تګلاره څه وي؟ اگر آقای ترامپ برنده باشه یا آقای جو بایدن، ای اظهارات و ای شعارهایی را که پیش از انتخابات دادن بعد از انتخابات یقینا در ارتباط به مسئله خروج نیروهای خود یک تجدید نظر خواهند کرد. که څه هم ځینې کارپوهان د رهبری د بدلون په صورت کې بهرني سیاست کې لوی بدلون نه ویني، خو د افغان دولت په اړه ویل کېږي چې ممکن په طالبانو فشار زیات شي او د ځواکونو د بېستو بهیر هم چټک. اگر طالبان به ای آپشن حاضر نشوند، احتمال زیاد هم داره که امریکا اعلان بکنه که فرصتی که به خاطر صلح داده شده بود از دست رفت و موازی خود کما به سابق به ضد ترور. دواړو کاندیدانو د ټاکنیزو کمپاینونو په پیل سره په ټاکنیزو شعارونو کې له افغانستان څخه د ځواکونو د بېستو غوښتنه کړې وه. وبه کتل شي چې د امریکا تر ټاکنو وروسته څه کېږي. تم کېږو په همدې مسایلو او د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې لکه هغه ډول چې آریانا نیوز با تر دې وروسته تر هغه پورې چې نتایج نهایي کېږي خپل ځانګړی پوښښ ولري، او بېلابېلو اړخونو زاویو باندې به یې اطلاعات تاسو ته وړاندې کړي او رڼا به پرې واشي. تحلیلونه به هم ولرو او د سولې دا بحث مو هم نن همدې ته ځانګړی کړی. درې میلمانه راسره دا شیبه پر لیکه دي. د په افغانستان کې د نیټو پخوانی سلاحکار محمد شفیق همدم له امریکا متحده ایالاتو راسره په لیکه دی. دغه راز د ولسمشر سلاحکار صاحب نظر سنگین له پلازمینې کابل راسره دی، او داور احمد نادی چې د افغانستان د سولې ټولنې رئیس دی هم له امریکا متحده ایالاتو راسره په لیکه دی. درې ورته ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منلې ده. همدم صاحب، بحث به له تا سره پیل کړو. څنګه روانې دي ټاکنې په امریکا متحده ایالاتو کې؟ تر دې مهاله پورې وروستي معلومات څه دي؟ هغه څه چې متفاوت دي دا ځل تاسو څنګه ګورئ؟ لیدونکو سره شریک کړئ. د لوی څښتن په نامه سلامونه او نیکې هیلې. البته واقعا دا ځل ټول ټاکنې په امریکا کې متفاوت ده، په دې معنا چې لکه پخوا په شان ټول رای حضوري نه ده، رای حضوري او عدم غیر حضوري ده، چې بیا په حضوري کې خلک کولی شي چې پولینګ سټیشن او ووټینګ سټیشنونو ته لاړ شي خپل رای وکاروي، او غیر حضوري کې هغوی کولی شي چې ځینې ځایونو کې آنلاین رایه ورکړي او ځینې ځایونو کې د پوست له لارې رایه ورکړي. جالبه خبره دا ده چې دا ځل سره له دې چې پخوا هم په امریکا کې ارلی ووټینګ یا وختي رایه ورکونه شته او د پوست له لارې رایه ورکونه شته، حتی د امریکا خزانه وردان د مریخ نه یا د فضا نه یا د سپوږمۍ نه یا د انټرنیشنل سپیس یا نړیوال فضایي سټیشنون خپل رای کاروي. افغانستان کې دوی امنیتي ځواکونه یا دفاعي ځواکونه د اغېزې نه خپل رای لیږي یا د عراق نه نور ځای نه، دوی دا فرهنګ لري. خو دا ځل متفاوت په دې و چې دوه دلیلو، یو دا چې کرونا وه چې خلک د کرونا د ویرې نه دغه وختي رای وکارولې لاړه رای ورکړه، او دویم دا
دغه تشویش هم شته چې ځینې خلک فکر کوي چې د انتخابات یو خپل اوج ته رسیدلی او کیدای شي د انتخاباتو په ورځو کې لږ ذره تشنج هم پیدا شي. د امنیتي ملحوظاتو له مخې او همچنان د صحي ملحوظاتو له مخې خلکو دا ځل په تاریخي توګه خپل رای مخکې د انتخاباتو ورځ نه وکارول. نن سهار شپږ بجې زموږ په سیمه کې چې موږ تقریبا امریکا په وخت باندې تقریبا نسبت نور یالتو ته مخکې یو رای مرکزونه خلاص شول او نور زینه چې لالته سهار شوې نه ده لکه کالیفورنیا او نور زینه لالته خلک وس هم په تمه دي چې سهار شي او خلک لا شي خپل رای وکړي. خو جالبه خبره ده چې ما چې نن ده سره لدی چې نن کاری ورځ هم ده واقعا خلک په ډیر شوق او اشتیاق سره په لوی صفونو وس هم ولاړ دي سره لدی چې خوای هم رای ورکول او خپل رای کارول. مګم وس هم په ډیر شوق او ذوق سره حتی ما ځینې خلک داسې ولید چې سبعی د چای یا خپل هغه د کافی او د ډوډۍ سره په لاین کې ولاړ د غواړي خپل رای وکړي چې دا ډیره جالبه وه. ولې دومره لیوالتیا د ځل ټاکنو ته موجوده ده؟ هم په غیر حضوري ډول چې درې متفاوت چینلونو ته تاسو اشاره وکړه، هم په حضوري ډول دا خلک ولاړ دي. ولې د ټرمپ او د بایدن ترمنځ سیالي دې حد ته رسېدلې چې خلک ډېر اشتیاق او لیوالتیا وښيي؟ اصلي لامل زه فکر کوم چې د امریکا داخلي موضوعات ده. امریکا داخلي موضوعات پخوا و ډېر موضوعات سره ده چې داخلي بحثونه هم و، خارجي پالیسي یعنی ملي امنیت موضوعات. خو دا ځل چون امریکا کرونا ډېره بده توګه باندې ځپلی ده، تېره اونۍ په امریکا کې شاوخوا یو لک نه نوي زره کسان په کرونا مبتلا شوي چې دا د امریکا په دې تېرو څو میاشتو کې ریکارډ قائم کړی. خلک د کرونا نه ډېر په ویره کې دي. اقتصادي وضعیت تقریبا د پخوا نه خراب شوی، خلک په میلیونونه خلک له کاره وتي. نو په همدې خاطر دوه دلیل دی، یو دا چې خلک وود ورکولو ته وزګار هم دي ځکه چې ځینې خلک کار نه لري، ځینې خلک هم له کوره کار کوي او دا موقع ورته مساعد ده چې مثلا خپل کور نه ووزي او لاړ شي رای ورکړي. او دویم دلیل دا ده چې البته په تیرو څلورو کلونو کې امریکا خلک په خپل تاریخ کې ډېره متفاوته تجربه لري د حکومت نه. ځینې کسان چې د دغې تجربې حامیان دي هغوی غواړي چې دغه تجربه بیا هم ولري، دینه خوند وخت. او هغه کسان چې د داسې تجربو نه ځپل شوي خوابدي دي هغوی هم په ډېر لیوالتیا سره او په ډېر اتفاق اتحاد سره غواړي رای ورکړي. نو دا ویلی شو چې رای ورکوونکي د دواړو خوانه ده، هم د ښاغلي ټرمپ له پلویانو څخه هم د ښاغلي بایدن له پلویانو نه. ډیره مننه. نور موارد به هم تاسو سره په دې اکلا وغږیږو. او دا چې تر اوسه پورې موارد څنګه پر مخ روان دي پر دوی هم همدم صاحب ساسې نظر واخلو. جناب سنگین صاحب، برمیگردم به شما. در محافل و مجالس حکومتی افغانستان در مورد انتخابات ایالات متحده امریکا چی بحثای جریان داره؟ به نام خدا، سلام به شما و سلام به دوستای داخل بس و همچنان سلام به تمام بیننده های تلویزیون آریانا نیوز. امیدوارم ما خوب باشین. ما به جواب شما بگویم که در رابطه بحثی جدی و خاصی در رابطه با انتخابات امریکا در بین حکومتی ها جدی جریان نداره، اما انتخابات امریکا در کوتاه مدت بالای وضعیت افغانستان تاثیر خواهد داشت و جو بایدن که از جانب حزب دموکرات های امریکا وارد کارزار انتخاباتی شده، این با خروج کوتاه مدت نیروهای امریکایی موافق نیست. اما طبیعتا که اگر دموکرات ها برنده شوند خروج زودندام صورت نمیگیره و اینکه خروج در کوتاه مدت صورت نگیره به یقین که به نفع دولت افغانستان خواهد. یعنی با دولت افغانستان موضوع قابل علاقه این است که ایالات متحده امریکا در نتیجه انتخابات کسی را داشته باشه که زود هنگام قوای امریکایی را از افغانستان نکشند. اما در این قسمت باید بگویم که دولت امریکا را سیستم رهبری میکنه و در با آمدن رئیس جمهور جدید فکر میکنم زیاد تغییری به وجود نخواهد آمد در سیاست خارجی امریکا. سیاست خارجی امریکا سیاستی است که مو به صورت حسابی و از طریق سیستمی که در امریکا وجود داره رهبری میشه. اما
در قسمت جو بایدن گفتیم. حالا برعکس در مورد ترامپ اگر برنده شود خروج زودنگام صورت خواهد گرفت. البته با خروج نیروهای خارجی جنگ ها شدت پیدا خواهد کرد خواهد گرفت. بنابراین موضوع خروج زودنگام امریکایی ها در افغانستان ما فکر میکنم باز هم امو موضوع سستم مطرح میکنم که کمیسیون امنیتی مجلس سنای امریکا در این موضوع خروج زودنگام اظهار بیخبری کرده. حتی ما در این مورد هم نظر ما ای است که دولت فعلی امریکا هم اصرار و پافشاری بیشتر به خروج زودنگام از نیروهای امریکایی از افغانستان نداره، به دلیل اینکه ما اگر داشته باشه احتمالاً حرفهای ترامپ ما در چند بود تقسیم بندی میکنیم. یک بود که اولش ما حرفهای جدی که در رابطه با خروج آقای ترامپ مطرح کرده بود ایره بیشتر ما وابسته به شرایط انتخاباتی امریکا میدانیم. دوم موضوع دیگه پافشاری در رابطه این فشاری بود که در رابطه به مذاکرات بین الافغانی که در دوحه وجود داره احتمالاً این هم یک فشاری باشه که طرفین مذاکره این فرصت از دست ندن و این فرصت پیش آمده را باید از این استفاده بکنن و به یک صلح برسن. و موضوع سوم که برای خود امریکا خیلی مهم است و دید خود آقای ترامپ هم یک دید اقتصادی است، بس اقتصادی امریکا است که از نگاه اقتصادی امریکا از نظر اقتصادی بدهکار است و اینا هم در رابطه با اقتصاد امریکا بیشتر روی از این موضوعات فکر میکنن. اما کسانی که سیاست خارجی امریکا را دنبال میکنن خوب میدانن که ترامپ در دوره 4 ساله ریاست جمهوریش تلاش کرده که نیروهای امریکایی را نه تنها از افغانستان و سایر کشورها بیرون نمایه، مثلا خلیج فارس نیروها را بیرون نمایه، بعضی قراردادها را که با چین داشت قصد داشت لغو نماید و قراردادی که کانادا و اتحادیه اقتصادی شمال را لغو کرد به خاطر که بیشتر جریان سرمایه را دوباره به امریکا برگردانه. و بیشتر دید آقای ترامپ در رابطه با مسائل اقتصادی امریکاست. تا اکنون که امریکا اقتصاد خود را نگه داشته بیشتر از این دیدگاه که نگه داشته که دلار حالت هجمونی دارد و هر وقتی که امریکا به کمبود پول مواجه میشه و دلار چاپ میکنه و از نظر اقتدار دولت امریکا در رابطه با ارزش دلار خیلی رول مهم داشته به خاطر اینکه ارزش دلار پایان نیاید و دولت امریکا و یک دولت اقتصاد قرضدار داره. بنان حرفای ما در رابطه به این مسئله همین بود. جناب سنگین صاحب میتونین بگوین که ارزیابی از طرف دولت افغانستان، حکومت افغانستان صورت گرفته که نماینگرین باشه که ترامپ در کدام موارد کارها و اقدامات مفید با حکومت افغانستان و در تبانی به منافع دولتی افغانستان انجام داده و در کدام موارد آقای ترامپ نتانسته هماهنگ باشه با کابل؟ ما فقط از آدرس دولت افغانستان و در رابطه با سوال شما ما چیزی نمیگم به خاطر که ما فقط آنچه که دیدگاه شخصی ما بود ایرا بیان میکنم. ولی ما میخوایم من حیث نماینده ارگ ریاست جمهوری برای ما بگوین کدام موارد بود که آقای ترامپ مثبت واقع شد با دولت افغانستان و در تبانی با استراتژی های دولت افغانستان اگر دارد و کدام موارد هم بود که همسو نبود؟ ما تا اکنون دولت امریکا یکی از حامیان دولت افغانستان و همکار دولت افغانستان بوده و با دولت افغانستان پیمان استراتژیک دراز مدت داره و همچنان اگر در این قسمت ارزمایی است که تا اکنون موضوع اختلافی جدی بین دولت امریکا و افغانستان وجود نداشته و نداره که ما او را بر شما خدمت شما برز بسن. سپاسگزارم آقای سنگین با ما باشید. نادیس استاس و نظر با هم واخلو تاسی هم امریکا متحده ایالاتو که هستی لند لمړی را تو ایک امکان لری یا و دقیقه کشه
تاسو په کوم حالت کې هستئ؟ هلته د ټاکنو بهیر څنګه دی؟ بیا به راشو نورو موارد ته چې هغه راګرځي د افغانستان پر. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز در بحث و تمام ملت افغانستان. اجازه بدید نمی عمل شنی دیروز دهشت افغانی را که علیه دانش و دانش پروران افغانستان در پانتون کابل صورت گرفت تصبیح کنم و بگویم که تسلیت عرض میکنم به تمام خانواده و آرزو میکنم که زخمیان و جوانان هر چیز زودتر شفایاب شوند و دوباره خوشی به خانه هایشان برگرده. ایالات ما در ایالت نیویورک هستم و در ایالت نیویورک مانند کلونو ایالت دیگه امریکا عین و انتخابات صورت میگیره که البته به صورت غیر حضوری هست. مردم از هفته ها به این طرف هست که رأیشان نوشته میکنن، ثبت میکنن و روان میکنن به کمیسیون انتخابات امریکا. این به خاطر همو مشکل مرض کرونا هست و نمیخواین که مردم به صورت حضوری و در اتاقهای کوچک نزدیک هم باشن، به خاطر که استیت های مختلف یا ایالات مختلف قوانین مختلف دارن به ارتباط، ولی به صورت عموم همه کوشش میکنن که از مرض کرونا در امان باشن، به خاطر از اینکه امریکا یکی از بزرگترین کشورهای دنیا هست که بزرگترین قیمت را به خاطر مدیریت بسیار نادرست مرض کرونا پرداخته و صدها هزار انسان در اینجا به مرگ مواجه شدند. و این هم خودش یک مسئله بسیار بزرگ و مهمه انتخاباتی است که حتی گفته میتونیم که خود انتخابات برنده. آقای دکتر، اساسی ترین چالش هایی که انتخابات ریاست جمهوری 2020 ایالات متحده آمریکا این بار مواجه خواهد شد کدام است؟ خب چالش های اساسی بسیار کلان وجود نداره، به این معنا که به صورت مشخص واضح کنیم که به این دلیل یا به اون دلیل باید مردم تصمیم رای گیری خود بگیرن. بزرگترین چالشی است که جناب رئیس جمهور ترامپ طوری مدیریت کرده سیستم اقتصادی و سیستم صحی در مملکت را که در داخل امریکا بسیار مخالفش زیدیت وجود داره و خصوصا جامعه صحی از این کشور فوق‌العاده مخالف هستند با پالیسی های دولت ترامپ، اداره ترامپ و همچنان کشتار مردم و بی‌توجهی که در مورد مدیریت خود مرض کرونا صورت گرفته. مردم هم بسیار مقابل اداره ترامپ به حساب معترض ساخته و همچنان سیاست امریکا به ارتباط اداره مسئله نژاد رفتی و نژادگرایی یک مسئله دیگه است که جامعه را به دو خدمت نژادپرستانه و غیر نژادپرستانه تقریبا لحاظ سیاسی تقسیم کرده و مردم نمیخواین که یک امریکایی وجود داشته باشه که این مسائل به اون شکلی که حاد شده در دوران حاکمیت رئیس جمهور ترامپ حاد باشن، چون تمام این مردم به ارزش‌های ملی و دموکراتیک خود. ولی اطلاعاتی که ما از رسانه‌های آمریکایی به دست میاریم جناب دکتر، میگن که حتی امکان این است که محکمه انتخاباتی هم دایر شوازی را ترامپ گفته که بعد از 3 نوامبر نباید هیچ نوع آرا حساب شود. از سوی دیگر هم مشکلاتی وجود داره و همچنان به شکل غیر حضوری زمانی که پوستخانه ها رای فرستاده میشه از همه ایالت های ایالات متحده امریکا او را جمع‌آوری کردن و بالاخره رساندن متفاوت‌تر این بار خواهد بود، چون در یک سیستم نیست مثل سابق و این زمانگیر خواهد بود. این جنجال ها امسال هم از پروفسورهای پانتون های خیلی معتبر ارائه شده بود و اطلاعاتی را که ما به دست آوردیم از رسانه های امریکایی. بله، خب طبعا نوع انتخاباتی که امروز در ایالات متحده امریکا صورت میگیرد کاملا بی سابقه هست و بدون شک مشکلاتی در مورد از اینکه چگونه به صورت درست مدیریت شود و آرای مردم به صورت شفاف حساب شود شاید صورت بگیره، ولی در عموم ملت آمریکا بدون شک طرفدار آرامش، طرفدار امی پیشبرد بسیار منظم انتخابات خود هستند. اینا کسانی نیستند که بخواهند از
حالتی که کاملا سابقه نداره در ایالات متحده امریکا چنان یک مشکلات را خلق کنن که بتانه مانع رای گیری و مانع دموکراسی شان شوه. ما از اون نگاه چیز مشکل بسیار بزرگ نمیبینم، ولی بدون شک یک بی‌سابقه است و مشکلات در قسمت وجود خواهد داشت. شاید که در عین روز نتایج اعلام نشه، شاید که چند روز بگیره، ولی به صورت کامل گفته میدانیم، به صورت عموم گفته میدانیم که سیستم انتخاباتی امریکا یک سیستم موثر است و این مثل سیستم افغانستان نیست که با ماها و سالها و معطل شود و به حساب نظام دموکراسی جان مورد سوال قرار بگیره. شاید یکی روز یا دو روز پس پیش شود، ولی به صورت عموم مردم طرف و چقدر احتمال این است که یک بار دیگر هم به شکل سایبری دستبرد صورت بگیره و طور که در 2016 که در نتیجه آن ترامپ برنده شد و رئیس جمهور شد، یک بار دیگر هم اتهام بندی ها آغاز شد بالای روسیه و چین و غیره؟ نه خیر، بخاطر از اینکه امریکا کاملا آمادگی خود را گرفته و مراکز را ایجاد کردن که هر نوع دزدی سایبری را متوجه میشن و اگر صورت بگیره بدون شک باز یک مسئله به محکمه و مسائل دیگه خواهد کشید. ولی برای جلوگیری از اینکه دزدی سایبری صورت نگیره و یکی از کاندیدای ریاست جمهوری از بیرون کمک نشن، من فکر میکنم آمادگی های بسیار جدی گرفته شده و او صورت نخواهد گرفت. آقای نادی، حالا هم در مورد افغانستان مشخصا میخوایم صحبت بکنیم و ایره میخوایم ادامه هم بتیم، ولی حالا خیلی کوتاه تأثیرات این انتخابات بالای قضایای مختلف افغانستان به خصوص پروسه سال چیگونه خواهد بود و شما چیگونه میگید؟ من فکر میکنم که آقای جو بایدن طرفدار کشیدن نیروهای نظامی از افغانستان به صورت کوتاه مدت نیست. اونا شاید بتونن به برخورد مسئولانه با مسئله نگاه کنن و با دولت افغانستان شاید در تفاهم و همچنان شرایط را در روی زمین دیده در مورد خروج عساکر خود تصمیم بگیرن. در این من شکی ندارم، چون خود آقای بایدن چندین بار این مسئله را اظهار کرده، ولی در استراتژی عمومی آقای نادی ما چیزهایی را که به دست آوردیم و اطلاعاتی که با ما بوده، همچنان آقای بایدن در مناظره ها و همچنان کمپاین های انتخاباتی و او در مورد افغانستان پرداخته، همچنان تفاوت خاص باورهای این است که دیدن نمیشه میان پالیسی ترامپ و بایدن در مورد خروج امریکایی از افغانستان. همچنان بایدن یک موردی را که در مورد افغانستان اشاره کردن و مورد انتقاد جدی هم قرار گرفت این بود که افغان ها با هم جور نمیان و متحد نیستن و این یک قضیه فرسوده است و ما باید قضیه افغانستان را توسط پاکستان کنترل بکنیم، که تعبیر نهایی این شد که سپردن افغانستان با پاکستانی ها نهایتا استراتژی ترامپ است و خیلی هم مضحک خوانده شد در این مورد. و در او شکی ندارین که او کاملا یک اظهار نظر مضحک است. ما هنوز هم ملت نیستیم که سرنوشت ما به دست پاکستان یا ایران یا کدام کشور دیگه بتونه از طرف آمریکا سپرده شود. ولی دیدگاه ترامپ بایدن بود که شما اشاره کردین که نه، دیدگاه متفاوتتر مثبتتر داره، در حالی که دیدگاه مضحک خوانده شد و شما هم گفتین که قابل قبول نیست. نه، ما موضوعی را که میخوایم در اینجا برجسته بسازمی است که به ارتباط خروج عساکر آمریکایی اونا یک برخورد مسئولانه تر خواهد کردن اگر بایدن برنده شود، ولی به ارتباط از اینکه سرنوشت افغانستان و کشور دیگه سپرده شوی به اختیار ایالات متحده آمریکا نیست و نخواهد بود. این اختیار ما داریم و این تصمیم ما میگیریم. اونا میدانن به خاطر کامپاین خود هر نوع صحبتایی را که بکنن اظهار نظر بکنن، نظرات کاملا شخصی ما یعنی که آقای نادی ما یعنی که و چی گونه تصمیم مسئولیت ماست و صلاحیت ماست؟ خب افغانستان کشور ماست، ما مالک افغانستان هستیم، تعیین سرنوشت افغانستان دست مردم افغانستان میشه. از این کاملا باور دارم که اگر چنین موضوعی به شکل یک استراتژی یا طرح از طرف جو بایدن یا از طرف آقای ترامپ در ارتباط افغانستان اظهار شود، ملت ما متحدانه از منافع ملی، نوامیس ملی، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی خود دفاع خواهد کردن و متحدانه عمل خواهد کردن. من کاملا به این باور دارم. لحاظا اینا میتونن به ارتباط انتخابات خود هر نوع اظهار نظر شخصی بکنن، ولی به این معنا نیست که هر نظر از اونا در افغانستان قابل تطبیق است. من پیش بینی کرده بودم که مذاکرات قطر ناکام میشه به خاطر از اینکه نفایت بسیار زیاد مثلا در ارتباط اینمو یک موافقتنامه ای که آمریکا با طالبان کرده بود وجود داشت و او کاملا حرف ما به حساب در عمل، در حقیقت ما در عمل دیدیم که احمد ترسید به خاطر از اینکه یعنی شما فکر میکنید مذاکرات بین الافغانی ناکام شد و این پیش شما نهایی است؟
ببینید تا به حال خو ناکام است. ما باید نتیجه را ماها قبل میدانستیم بگیریم در افغانستان چیگونه امریکا میخواهی سیاست خود را عملی کنه، ولی اختیار در دست مردم افغانستان است و نقایص را که اینا در پالیسی های خود میداشته باشن اکثر کسا فکر میکنن که وجود نداره و چون امریکا یک کشور قوی است هر حرکت و هر عملی را که بخواهد در افغانستان تطبیق کنه این هم میخواهیم که افغان ها بفهمند که خطر نیست، تمام اختیار در دست ایالات متحده امریکا نیست، اختیاری اصلی و اساسی به دست مردم افغانستان است. سپاس جناب دکتر صاحب، حتما مسئله است که میخواهیم نظرات شما را داشته باشیم و همچنان جناب سنگین صاحب و همدم صاحب هم با مخاطبان ما نظرات خود را شریک بسازد. افغانستان در قضیه پوری ترلی در امریکا ټاکني مهم بلل کی به بحث کی پریتم یو لا هم خو دا چی بالاخره د کمپاینی شعارونو سوجور حخوا په عمل کې د افغانستان په اکلا د امریکا عمومي او اکثریتو د توافق وړ لیدلوری به تر دې وروسته په ځانګړې توګه د انتخاباتو په نتیجه کې د نوي او یا هم د اوسني ولسمشر ټرمپ پر بیا راڅرګندېدو سره څه ډول وي په دې به احتمالي او تحلیلي بحثونه ولرو. راسره پاتې شئ. خراغ لاستام یو د امریکا پر ټاکنو پر افغانستان اغیز باندې همدم صاحب سره بحث ته دوام ورکو چې له امریکا متحده ایالاتو سره وصل دی. دوی د افغانستان په چارو کې د نیټو پخوانی سلاکار هم پاتې شوي دي. همدم صاحب، زیاتره وختو کې بحثونه د اوږدې مودې نه راهیسې په ځانګړې توګه څه د پاسه دوو کلونو کې چې د سولې پروسه پیل شو او بالاخره د کمپاینونو په وخت کې په 2000 کال کې په مخصوص ډول دا مسئله ډیر زیات مطرح شو چې ګویا د افغانستان د سولې پروسه یو پروسه نه یوه کمپاینی سوژه ده. اوس دغه مسئله وروستي خط باندې ولاړ دی او بالاخره د ټاکنو پایلې به هم راڅرګندې شي او د افغانستان د سولې مسلې برخلیک څه ډول کیدلی شي. ستاسو نظر. البته مخکې دینه چې دې مورد باندې خپل نظر ورکړم، په تاسف سره باید ووایم چې زمون ګران میلمه چې د حکومت په استازیتوب بحث کې ګډون لري، هغوی ویلی چې د افغانستان حکومت ته د امریکا انتخابات کوم اهمیت نه لري یا حکومتي یا دولتي چارواکي په دې خبرو بحث نه کوي چې انتخابات د امریکا به څنګه کیږي. او بل یو ډېر لوی غلط فهمي چې د دوی ده او کیدای شي دا د حکومت پالیسي هم وي، په دې معنی چې البته درسته چې په هر ځای کې سیستمونه شته لکه څنګه چې دوی ویلي ټول کار سیستم هم نه کوي، منتخب ولسمشران منتخب رهبران هم خپل پالیسیان یو خپل طرح لري. په همدې دلیل ده چې خلک په هر څو کلونو کې خپل رهبر انتخابوي. د مثال په توګه زه یو مثال تاسې وایم چې دوی خپله مویلی چې د حکومت په استازیتوب چې ګني موږ په دې باندې ویریږو چې که چېرې ټرمپ وګټي کیدای شي ټرمپ غواړي چې زر خپل ځواکونه وباسي او بایدن کیدای شي یو څوم دې لپاره په افغانستان کې کم شي. نو دا د دغه کارندوی ده چې شخصي افکار شخصي البته خپل اپروچونه دا په پالیسیانو باندې ډېر تاثیر لري. نو هیله من یم چې د افغانستان حکومت چې د تیل د موټر د تیلو نه نیولی تر معاشاتو پورې او حتی پارک د بیرغونو د زړولو پیسې هم د امریکا نه راځي، لا اقل دغه یو جدي او حیاتي موضوع ته وخت ورکي او په بحث وکړي. ستاسو ځواب کې باید داسې وایم چې البته کمپاینی یا کلیشهی موضوعات یا شعارونه بدون شکه چې دا واضح ډیر زیات چې د افغانستان د سولې موضوع پروسه او پروسه نه بلکې او پروژه ده او دا ډیره هلته پورې او ډیره کچه پورې انتخاباتي بڼه لري یا کمپاینی بڼه لري. خو موږ تاسې تر دې دم ګړۍ پورې چې نن د انتخاباتو نهایي ورځ ده ولیده چې له بده مرغه د حکومت د ناکامو پالیسیو له وجې لکه څنګه چې اوس د حکومت استازي وویلې او د دغې سیاسي او ډیپلوماسي خلا په موجودیت کې په ټولو ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان موضوع ته چا کتنه ونه کړه، نه د افغانستان سولې موضوع د بحث موضوع، نه د وتلو، نه د پاتې کیدلو. افغانستان موضوع تقریبا ځکه چې دلته یو لوی سیاسي خلا او ډیپلوماتیک خلا په امریکا کې وجود لري، افغانستان حکومت ونه شو کولای چې یو خلابیو کې په امریکا کې د خلکو زړونه لاسته راوړي، بلکې له بده مرغه په فساد او په شخصي بحثونو جګړو دلته افغان ډیپلوماتان ښکیل دي چې موضوعات قضایي، حقوقي، جرمي او فساد ده. نو د دغې وجې نه موږ تاسې ولیدو چې افغانستان تقریبا د امریکا په بحثونو کې د خلکو د یاده وتی ده. نو څنګه ویلی شو چې د سولې پروسه یو کمپاینی پروسه ده؟ اول دا چې
په ټول انتخابات کې ترامپ د افغانستان د سولې موضوع یاد نه کړ د بیتونو کې په مناظرو کې. دویمه موضوع دا ده چې موږ تاسو دا اوازی هم اوریده چې امریکا به خپل ځواکونه مخکې د انتخاباتو نه د افغانستان نه ځکه وباسي چې رای ډېر وخت لري ترامپ. موږ تاسو ګورو چې اوس هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې شته. موږ تاسو دا هم اوریدلی وو چې په هر رقم چې وي ښاغلی ترامپ غواړي چې د سولې مذاکرات پای ته ورسوي مخکې د نومبر نه یا مخکې د انتخاباتو نه. مګم وسم ګوري چې د قطر هیات هلته ناسته ناندري او بحثونه شته. نو دا د دغه کارندوی د چې کوم تیوریانی توتیه تیوری چې د سولې پر وړاندې حکومت جوړ کړی و په هغه کې د بده مرغه چې خلک غولیدلي و اوس خلکو ته ثبوت شو چې نه امریکا واقعا غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسوي. ښه، اوس رازو دولت د افغانستان دولت د ولسمشر غني ټیم په ټوله کې د افغانستان حکومت اوسنی د دوی لپاره به ستاسو په نظر ډیر مسایلو ته تاسو اشاره وکړله او ځینې مسایل څرګند هم دي، خو غواړ نظر مو واخلو چې دوی ته به څه غوره وي، ترامپ که بایدن؟ زه فکر کوم چې دوی ته لکه څنګه چې اوس د حکومت استازي ښاغلی میلمه وویل چې دوی ته دا مهمه نه ده چې څوک ګټي، دوی ته دا مهمه نه ده چې په امریکا کې انتخابات روان ده او حکومت کې حتی په بحثونه نه کیږي. اما د تاسف زه دا ده چې په ټول نړۍ کې په ټول دنیا کې حتی هغه ودونه چې امریکا رقیبان دي، موږ تاسو د امریکا سره ګوره هم ستراتیژیک پارتنرشپ لرو، هم د امریکا سره امنیتي تړون لرو، او هم د امریکا سره سوړخیز تړون لرو چې هغه د ناټو له لارې ده، هغه د انټرنیشنل ټریډ اورګنایزیشن له لارې ده، او نور مختلفو البته تعهدات او معاهدات له لارې موږ تاسو امریکا سره ډیر عمیق رابطې لرو. حتی طالبان پاممه، حتی قطر او طالبان هم په دغه سي موضوعاتو کې خیل ده. طالبان حتی د ترامپ د صحت په اړه باندې خپل اندېښنې وښودلې، طالبان د امریکا د حکومت په اړه هم خپل اظهار نظر، خپل موقف، سیاسي موقف لري، او حتی داسې هم ویل کېږي چې دوی ډېر زیات د ښاغلي ترامپ حامی دي او غواړي چې ښاغلي ترامپ بیا هم انتخابات وګټي. خو د افغان حکومت لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل چې د حکومتي مامورینو وسوال ځواکونو نه او حتی ټول ساختارونه د بوټانو د بند نه نیولی تر د موټر تیله پورې چې همدغه امریکایانو د امریکا حکومت لخوا ورته پیسې ورکول کېږي، حمایت یې کېږي، 4.5 میلیارد ډالر کلنۍ یوازې امنیتي ځواکونو ته ورکول کېږي، او په لسګونه میلیون ډالر د ارګ نه نیولی تر نورو چارو پورې امریکا مصرفي. خو حکومت ته دا موضوع ما ته داسې ښکارېده چې جالبه ده، خو اوس چې د حکومت استازی ګورم وایي چې موږ ته دا مهمه نه ده او په دې باندې حتی بحث نه کوو، نو زه دا نظرم نه شم ویلی اوس چې ځکه حکومت رسمي استازی هلته خپل نظر اظهار کړ او موقف د حکومت اظهار کړ چې راځي ځواب واخلو. سنګین صاحب نه په دې هکله ځواب واخلو، ستاسو هم دا سوالونه حل شي او موږ هم دا پوښتنه مطرح کړو. آقای سنګین، واقعا حکومت در قبال یک قضیه خیلی مهم، یک تحولی که در راه هست، تا این حد به تفاوت است که شما اشاره کردین، آقای همدم انتقادات جدی داشتن، شما شنیدین، پاسخ شما. بنام خدا، ما در این قسمتی که بگویم که حکومت کوتاهی در هیچ عرصه نداشته، در بخصوص در قسمت صلح، آنچه اقدامات لازمی که بوده حکومت افغانستان انجام داده و برای حکومت افغانستان صلح مقدس است. به همین منظور است که حکومت افغانستان در دفاع فعال قرار داره و حکومت افغانستان قدم های لازم برای به وجود آمدن صلح و برای ارزش های مهمی که برای ملت افغانستان مهم است، برای مردم افغانستان مهم است، برای دولت افغانستان مهم است، همیشه برداشته. متاسفانه برای مخالفین دولت یا طالبان برایشان جنگ مقدس است، اما صلح نمیخوایم دیگه سو بریم. آقای سنگین، بحث خیلی مشخص است. شما قبلا گفتین که هیچ نوع بحث و محفل و گفتمان در درون حکومت در مورد انتخابات امریکا وجود نداره، ولی گفتین نظر شخصی من این است که خروج قوای خارجی به خصوص ایالات متحده امریکا از افغانستان یک مسئله من حیث نیاز مطرح است به دولت افغانستان. حالا واقعا این چنین است؟ آقای همدم انتقاد کردن که اگر این چنین یک صحبت باشه که هر مورد دولت افغانستان در کل افغانستان
مربوط و منتج به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و هر تحولی در آنجاست و شما بگوین که نه ما گفتمان خاص در این مورد نداریم، این خنده‌آور است. آقای سنگی؟ در قسمتی که موضوع سرنوشت دولت افغانستان با انتخابات آمریکا دقیق وابسته نیست، ما پیشتر هم عرض کردم آمریکا که در افغانستان هم آمده به خاطر منافع خودشان آمده، به خاطر موضوع تروریسم که در حمله کرده بود اینجا آمده، و حالا هم که اگر افغانستان اگر آمریکایی‌ها از افغانستان هم بیرون شوه به زودنگام نخواهد بود و به دراز مدت خواهد بود، ولی در نهایت یک پایگاه کوچکی و در با نیروهایشان در افغانستان به حد اقل خواهد رسانید به خاطر ترسی که از تروریسم دارد. اما در قسمت دیگه که بگویم دولت امریکا دقیقا که همکار و حامی دولت افغانستان بوده و یک پیمان استراتژیک بین دولت افغانستان و دولت امریکا وجود داره که دو پیمان دولت امریکا و دولت افغانستان متحد خواهد بود و ولی بعد از آن مهمتر چیزی که رخ داد با این روز 29 فوریه روز تاریخیه که ایالات متحده امریکا با طالبان توافق صلح را امضا کردند. با این روز با این شام در کابل هم وزیر دفاع ایالات متحده امریکا با سرمنشی نتو یان استالتنبرگ آمدن و برای جمهور غنی یک اعلامیه مشترک صادر کردند که عین زمینی توافق دوحه گفته می شود و حکومت افغانستان هم از پالیسی های مورد صلح ایالات متحده امریکا حمایت نشان داده و گفته که همکار خواهد بود. حالا فکر نمی کنین با این بیسه یا توافق استراتژیک میان امریکا و کابل از بین میره؟ ما فکر نمی کنم که این توافق و این پیمان استراتژیک بین دو دولت از بین بره و نخواهد رفت و مسئله ازی است که دلخوشی را بیشتر طالبان داره با انتخابات امریکا. ما با مو پیمان هایی که با امریکا داریم و امریکا را به عنوان دوست دولت افغانستان و همکار دولت افغانستان در مبارزاتی که با تروریسم داشته و سایر مسائل داشته ما باورمند با مو پیمان ها با مو تعهدات هستیم. اما طالبان بودند که اگر به یاد داشته باشند که سخنگوی طالبان گفته بود که ما انتظار داریم که ترامپ برنده شود که این پیام طالبان به رسانه ها هم درس کرد و مورد انتقاد جدی رسانه ها قرار گرفت و اگر ترامپ برنده شود در این مورد گفته بودن و آمریکا اگر در افغانستان هم آمده به خاطر منافع خودشان آمده نه به خاطر منافع طالبان یا چیز دیگر. اما طالبان دلخوشیشان به این است که اگر طالبان اگر شما فکر میکنین که دمی قسمت یک اجازه بتین دمی قسمت آقای سنگین سوال مرتبط است، سوال مرتبط است قبل از اینکه جزئیات بیشتر بتین. زمانی که ایالات متحده آمریکا و طالبان در یک پروتکل خیلی معتبر جهانی وعده می سپاره که در 14 ماه عساکر خود را از افغانستان بیرون می کنند و همچنان زمینه های دیگه شما حتما خواندین در سه مختلف بخش های مختلفی که ای توافق نامه امضا شد و به دولت افغانستان گفته 2024 یا هم دو سال قبل از فسخ این قرارداد میان کابل و واشنگتن این کار شده میتونه. فکر نمیکنین زمانی که با طالبا و آدم امضا میکنه پس اینجا با کابل مسئله فسخ میشه، این مسئله رو چطور دولت افغانستان تحلیل میکنه پیش خود؟ کدام فسخی وجود نداره در رابطه با پیمان بین افغانستان و آمریکا، ولی طالب ها بر علاوه از اینکه با دلخوشی خود به پیام امریکا و با پیمان با ما توافق نامه که با امریکا داره امور هم رعایت نکرده. اگر شما یقین داشته باشید در توافق نامه بین امریکا و طالبان بودند که قطع روابط طالبان با القاعده باشه که روابط خود قطع نکرده و مسئله آتش بس بود که آتش بس رعایت نکرده، پس ما توافق نامه شکست و او توافق نامه به جای خود باقی است. چون طالبا وابسته به یعنی شما میخواین بگوین که توافقنامه واشنگتن و طالبان از بین رفته نه توافقنامه کابل و واشنگتن؟ ما توافقنامه از جانب طالبا شکسته نظر به تعهداتی که با امریکاییان داشته و به او عمل نکرده،
و همچنان در قسمت خروج هم اگر موضوعی باشه که مقامات امریکایی هم حرفای زید و نقیص داشتن، همچنان مشاور امنیت ملی امریکا هم گفته بودن که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نیاز به مشوره داره و نظر به شرایط افغانستان است، و همچنان دبیر کل ناتو هم عین مسائل مطرح کرده بودند. بنابراین طالبا به خاطر خروج زودنگام شاید یک دلخوشی به خاطر ازی داشته باشند که اونا با بعضی کشورهای دیگری که وابسته هستند، اونا میگن با قطع شدن حمایت امریکایی از دولت افغانستان و اونا جنگ ها را و با این خلا استفاده کنند و حملاتشان در سراسر افغانستان گسترش بدن. اونا هدفشان همی خواهد بود. سپاس. دکتر سبندی، از دید شما میخوایم نظر داشته باشیم که آیا حالا در کل انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، شما در سخنان اول خود اشاره داشتین که چقدر مهم است به قضیه افغانستان، و دولت افغانستان واقعا در این مورد چی برنامه های داره، طرفداری از کی خواهد کرد، کیها در بین دو حزب و بخصوص بایدن و ترامپ به نفع دولت افغانستان و منافعی که دولت افغانستان و پالیسی هایی که داره خواهد بود؟ ببینید، در امریکا همچنان به ارتباط خروج قوات های امریکایی از افغانستان و هم به ارتباط از اینکه با افغانستان چه نوع سیاستی را به ارتباط استراتژی های بزرگشان ایجاد کنن و یا ادامه بدن، هم نظرات مختلف وجود داره. تعداد زیادی از دموکرات ها طرفدار یک رابطه استراتژیک و متداوم با دولت دموکراتیک افغانستان هستند و میخواهند که از اونها حمایت بکنن، و حتی اگر اساکر خود را هم بخواهند بکشن، روی یک تقسیم اوقات مسئولانه و روی آنچه که در واقعیت ها روی زمین است میخواهند بسیار محاسبه شده این عمل انجام بدن، و نمیخواهند که تنها یک شعار کمپاینی باشه که طوری که در اداره آقای ترامپ صورت گرفت. و یکی از دلایل اساسی هم این است که در ایالات متحده آمریکا سازمان های جامعه مدنی و سازمان های طرفدار حقوق بشر و حقوق زنان سخت نگران هستند، همونطور که مردم ما نگران هستند به ارتباط از این حاکمیت طالبان در افغانستان با تجربه تلخی که ملت ما از اونا دارن. اونا نمیخواهند که اینطور یک نیرو به صورت تعیین کننده در افغانستان بالای مردم افغانستان حاکم شوند، ولی به حیث یک بخشی از سیستم افغانستان یا در داخل شوکات نظام سیاسی افغانستان، اونا صاحب از این حق هستن و اون حقشان محترم شمرده میشه و میتونن که شرکت بکنن در سیاست افغانستان، ولی باعث یگانه نیروی تعیین کننده امکان نداره. اگر آقای بایدن برنده میشه، من فکر میکنم همش یک سیاست اینا اجرا خواهد کردن، و اگر آقای ترامپ برنده شه، من فکر میکنم که شاید قواتای خود را بکشه، ولی او هم با چلنج های بسیار بزرگ از طرف نظامیان و خصوصا جنرالانی که سابق با آقای ترامپ هم ولی آقای ترامپ با امریکایی ها در یکی از کمپاین های خود گفت که این که کریسمس را سربازان امریکایی که در افغانستان است در خانه تجلیل خواهند کرد. خب این حرفای کمپاینیست بقیده ما جنرالان و خصوصا پنتاگون و شاید استخبارات امریکا با این موافقه نکنن و قناعت بدن، اگر برنده میشه برش قناعت بدن که منافع استراتژیک امریکا در چی هست و در چی خواهد بود، و در اون صورت باز رئیس جمهوری مملکت به هر شکلی که باشه باید تسلیم امو مشاورین نظامی و مسلکی خود باشه و نمیتونن به اساس تنها احساسات شخصی خود تصمیم میگیرن، ولو که خودشان هم باعث اینو رئیس قوات های مسلح امریکا شمرده میشن و او صلاحیت دارن، ولی بالاخره کسانی که منافع بزرگ امریکا را و دراز مدت، یعنی شما میخواین بگوین که حتی کسانی که پالیسی میسازن توافق دوحه را میتونن مسترد بکنن، در حالی که امضا شده بیش از 7 ماه میگذره از امضای آن، و همچنان ایالات متحده آمریکا در یک پروتکل و پرستیژ خیلی بالای جهانی آن را با امضا رساند با حضور داشت مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور، و همچنان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان آقای خلیزاد که خودش با ملا برادر امضا کرد. ما خدمتتون بگویم که این طور موافقت‌های ایالات متحده آمریکا امضا طبعا کرده و میکنه، ولی ما فکر نمی‌کنم که موافقت نامه که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده باشه بهتر و بزرگتر از موافقت نامه برجام که با ایران امضا کرده باشند باشه. ولی در اوج شما دیدین که وقتی رئیس جمهور ترامپ ریاست مسئولیت بدو گرفت،
عاجل هو را خود را از او پیمان کشید و میدانند این تصمیم بگیرند به خاطر که در جهت طرفین اینا قدرت بزرگتر هستند و میدانند هر لحظه که بخواهند یک موافقت نامه را احترام کنند و یا احترام نکنند. ما کاملا باور دارم که اگر کسی در قدرت میگیره مثلا اگر سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب. یک دقیقه وقت داریم همدم صاحب و بحث را به همین سوال اختتام میبخشیم. حالا شما واقعا فکر میکنین که تکلیف توافقنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان که به 29 فوریه امضا شد در نتیجه انتخابات فعلی ایالات متحده آمریکا چی خواهد بود؟ ترامپ اگر باشه آیا ادامه میده یا واقعا میتونه خارج شوه و یا برعکس بایدن اگر برنده شد؟ فکر کنم که موضوع بحث جنگ کنونی افغانستان به انقضا رسیده و این جنگ خاتمه می‌یابه. چی آقای ترامپ برنده شوه و چی آقای بایدن. موضوع صلح افغانستان موضوعی است که نمیتونه از ایش پوشی کنه. اما یک موضوع رو باید بیاد داشته باشیم که یکی از موانع جدی به خاطر رسیدن به صلح و ختم جنگ ای بر ایالات متحده آمریکا نه بلکه طالبا و حکومت افغانستان است. به خاطر توافق این دو جانب بدون شک همکاری فشارهای سیاسی، مالی و حتی نظامی ایالات متحده آمریکا بسیار زیاد لازم است. پیامتان با حکومت افغانستان که شما قبلا اشاره کردین برنامه مختلف رویان بحثا در گذشته هم داشتیم و شما هم نظرات تانا داشتین. در این صورت که شما نظر را بکنین که خروج آمریکایی از افغانستان حتمی است و بالاخره قضیه افغانستان را به یک سمت دیگه میخواین بکشانن، پیامتان به دولت افغانستان؟ من نمیگم که خروج کامل و حتمی است، اما کاهش نیروها موضوع حتمی است. پیام به حکومت افغانستان این است که لااقل امور رابطه را که با ایالات متحده آمریکا دیگه از عامه افغانستان یا رهبرای افغانستان نهایی کردن و مردم افغانستان، پارلمان افغانستان او را تصویب کرده، او را ارج گذاری کنن و رابطه که با ایالات متحده آمریکا رابطه استراتژیک داریم این را مستحکم کنن و خلایی را که امروز ایجاد کردن که او خلا را به تاسف طالبا پر میکنه. این خلا را به حرکت میکنه. دغرا از سنگین صاحب او نادی صاحب نه هم بنانه چې په دې بحث کې راسره وي. لیدونکو له تاسو هم په مننه دا پروګرام رانغاړو. تر بیا د آریانا نیوز پروګرامونه تعقیب کړئ. موږ به تر راتلونکو 40 ساعتونو ډېرې مودې لپاره ځانګړی پوښښ د امریکا د متحده ایالاتو ټاکنو ولرو، ځکه د افغانستان او د امریکا ترمنځ پر ستراتیژیک تړون، پر امنیتي تړون او دغه راز د طالبان او امریکا ترمنځ په توافقنامې سربیره ګڼ مشترکات شته. دوه لسیزې له دې تیریږي، ځکه د دې اهمیت په پام کې نیولو سره موږ ځانګړی پوښښ ورکوو. آریانا نیوز سره پاتې شئ. تر بیا